مقامات تاجکستان گفتند که یکی از گمانبران بر ربودن شهرت اسمت اللهیف معاون حسن اسدالازاده رئیس آریان بانک و دادر عروس پریزیدنت زخمی و دستگیر شده است. اما نه در تاجکستان بلکه در ملدوه. دادستانی کلی تاجکستان شب سیوم ایون گفت که رستم اشروف 43 ساله و اوزوی گروهی سازمان یافته جنایی است. این اطلاعی رسمی است و رادیوی آزادی تا حال درباره او معلومات کافی به دست نآورده است. مقامات مالدا و روز سیوم ایون گفتند که یک مرد 43 ساله از تاجکستان را دستگیر کردند چون بعد پاسخ رد برای در آمدنش به حدود این کشور سلاح ماموری امنیتی فرودگاه را تصرف کرد و دو نفر را کشت و یک کس را زخمی نمود. دادستانی کلی تاجکستان میگوید رستم اشوروف پس از ربودن شهرت اسمت توسطی توسط ترکیه با مقصدی به کشورهای اتیاد اروپا فرار کردند به مالدا و پرواز نمود. رادیوی آزادی خبر را مستقلانه تصدیق یا رد کردن نمی تواند چون مقامات تاجیکستان پیشتر نام گمانبران را بر ربودن شهرت اسمت اعلان نکرده بودند. همچنین معلوم نیست که او چگونه قلمروی تاجیکستان را ترک کرده تا ترکیه و سپس و رفته است. مقامات مالدوا تا هنوز نام گمانبر را به تیراندازی در فرودگاه بین المللی کشینیاف پایتخت این کشور نگفتند هرچند سبب راه ندادنش را دلایل امنیتی نامیدند تفصیلات ندادند شهرت اسمتولایف معاون اولی رئیس آریان بانک نهاد مالی نزدیک به خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان بیش از یک هفته باز بدرک است مقامات میگویند که او ربوده شده است و کافت تا هنوز ادامه دارد این حادثه در تاجیکستان که مقامات دولت امترین می دانند سر و صدا و فرضیه های گناگون هم به وجود آورده. مخصوصا این پرسیش از دهان به دهان می چرخد که کی،, کی و چگونه به اصطلاح آدم نزدیک به خانواده رئیس جمهور را ربوده است؟